علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و دامون گوریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه از لاهه با ما هستم. با آقای گوریز شروع میکنم. چه اتفاقی به نظرتون در اتحادیه اروپا به طور خاص در آلمان داره میفته که این تغییر روی کرد و میبینیم؟ درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان عزیز. خب چیز عجیبی نیست. ببینید، مهمترین نشست، نشست جی 7 بود حدود 20 روز پیش، که در اون هفت قدرت بزرگ اقتصادی دنیا که به تعبیری به اون غرب هم گفته میشه تصمیم گرفتن که با بیانیه‌ای که صادر کردن در اونجا خیلی محکم مطرح بکنن که ایران باید، جمهوری اسلامی باید وارد مذاکرات جدی بشه، باید وارد مذاکرات جدی بشه سر برنامه هسته‌ای و بقیه این مسائل. و برای نخستین بار هم اونجا مطرح شد که ارتباطات تهران و مسکو یک خطر جدی امنیتی برای اتحادیه اروپا. بعد از اون کانادا تصمیم گرفت که سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، و الان هم خبری که شما مطرح کردید در مورد یونان، نشستی که در شورای امنیت برگزار شد در خصوص برنامه هسته‌ای حکومت، همه اینها قدم‌هایی هست که با ضرب العجلی که در 18 اکتبر 2025 ما بهش داریم نزدیک میشیم، با همه اتفاقاتی هم که در داخل خارج میفته، غرب داره به اینجا نزدیک میشه که باید تصمیمات خیلی سخت و جدی سیاسی بگیره. و از این جهت این روند رو استارت زده. این میتونیم بگیم قبل از استفاده از مکانیزم ماشه عملا روند دیگری رو استارت زده که نمونهش همین خبرهایی هستش که ما داریم میبینیم، و بخشش هم برمیگرده به سیاست داخلی این کشورها. به طور مثال حزب کارگر در بریتانیا داره استفاده میکنه از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی برای بخشی از پایگاه اجتماعی خودش، قول داده که این کار رو انجام بده. در کانادا ما این رو دیدیم، و به نظر میاد که فضا داره به اون سمت حرکت میکنه که تصمیمات سیاسی جدی بگیرن اروپایی ها، بریتانیایی ها و آمریکایی ها برای اینی که بخوان با جمهوری اسلامی وارد تقابل بشن، حالا که تعامل تا الان جواب نداده. آقای صدزاده، در گذشته هم تلاش‌های زیادی شده بود، به خصوص در اوج جنبش زن زندگی آزادی، برای اقدام این چنینی، اما مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی در اتحادیه اروپا به طور خاص توسط آقای جوزف بورل دیده می‌شد. چقدر فکر می‌کنید که الان فشار کشورهای عضو می‌تونه آقای بورل رو متقاعد کنه؟ آقای بورل دیگه وجود نداره. بعد از انتخابات جدید یک خانمی آمده، نخست وزیر سابق استونی، خانم کالاس، و ایشون به خاطر تجاربی که ساکنین استونی دارن از پوتین، و میدونن که پوتین در پی تغییر مرزهای اروپا هست، خیلی موضع ضد پوتین داره و یکی از پشتیبانان محکم اوکراین هست، و این دخالت ایران در جنگ اوکراین باعث شده که اصولاً موضع اروپا عوض بشه. در این نقطه عطف نیست اصولاً در سیاست خارجی آلمان، و خانم کالاس دیگر آقای بورل نیست. آقای بورل تمام شد دورانش، و آلمان هم از اون سیاست همیشگیش اصلا عقب نشینی کرده، چون میدونید کشوری بود که در درون اتحادیه اروپا بهترین رابطه تجاری، سیاسی، اقتصادی با ایران داشت. تاریخاً ایران روابط خوبی با آلمان داشت. الان دیگه تغییر داده. حزب همطور که شما گفتید بزرگترین حزب آلمان، که احتمالاً صدر اعظم آینده آلمان از این حزب خواهد بود، اعلام کرده که ما بایستی که اصلا یک روند جدیدی در مورد ایران اتخاذ بکنیم. بعد جالبیش این است که مدیر کل حزب لیبرال آلمان و رئیس حزب سبزهای آلمان هم که الان در دولت هستند، اونها هم ایرانی هستند، آقای نوریپور و آقای بیژن جیرسرایی، اونها هم خواهان این هستند. و همه اینها باعث شده که آلمان در حقیقت الان دیگه پرچمدار، سابقا آلمان ترمز میکرد، ولی الان آلمان پرچمدار این جریان شده. خانم بیربوک وزیر امور خارجه هم خیلی پشت این داستان هست، که از حزب سبزها هست، و تا به حال استدلال میشده که ما نمیتونیم سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام بکنیم تا زمانی که یک دادگاهی علیه، به اصطلاح، یک حکم صادر نکرده باشه علیه پاسداران، و گفته باشد که پاسداران در فلان عمل تروریستی انجام داده. اخیراً، یعنی یک سال قبل در ژانویه گذشته، در دادگاهی در دوسلدورف تشکیل شد. در این دادگاه به حمله به یک کنیسای یهودی
یک ایرانی محاکمه شد و بعد قضات اون دادگاه گفتن که این کاری رو که انجام شده به دستور سپاه پاسداران ایران بوده، بنابراین همین حکم این دادگاه وسیله ایست برای مقامات سیاسی آلمان که بگن حالا دیگه یک دادگاه حکم داده علیه سپاه پاسداران و ما اینو میتونیم مطرح کنیم. و همونطور که میدونید سوئد هم گذاشته توی لیست تروریستی و دولت آینده بریتانیا هم خواهد کرد. و همونطور که گفتم هماهنگ کننده سیاست خارجی آلمان، سیاست خارجی اروپا، خانم کلاس از این به بعد یکی از سرسخت‌ترین کسان فکر میکنم برای سپاه پاسداران، دوران سختی در اروپا شروع شده، بنابراین عکس العمل چشمون چه خواهد بود نمیدونم. آقای گوریز، این دوران سختی که آقای سرزاده بهش اشاره میکنه روی زمین چه شکلی خواهد بود؟ فردای روزی که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان گروهی تروریستی بنامه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، نکته مهم اینجاست که برای بینندگان مطرح بشه که به نظر میرسه که مسائل امنیتی و منافع کشورهای مثل کانادا، اروپا، بریتانیا، اتحادیه اروپا داره به اون سمت حرکت میکنه که فشار رو روی سپاه پاسداران زیاد بکنن، ولی هدفش مشخصا این هست که بتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکرات بیاره، همونجور که در سند جی 7 عرض کردم خدمتتون، هدف اونجاست. و تا بخواد این حرکات، این گام ها به سمت یک تصمیم سیاسی در شورای اروپا که متشکل از اعضایی هستش که سران، یعنی نخست وزیر یا رئیس جمهور کشورهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستن، در اونجا به این تصمیم بخوام برسن، اونم با حق وتو، خب ما راه طولانی داریم. ولی این راه طولانی میگم یک تصمیم سیاسیه، بستگی داره که حکومت بعد از این سیرک انتخابات خودش چه واکنشی نشون بده، چه سیگنالی رو نشون بده، یا آیا این کار رو قبلا کردن در عمان مثل بار پیش در خصوص برجام که ما واقعا و جدی، نه شوخی و به شکل ظاهری بخوان پاورپوینت نشون بدن، وارد گفتگو میخوایم بشیم برای حل بعضی از مسائل جدی. مسائل جدی هم یعنی برنامه هسته‌ای و رسیدن به یک توافق جدید، دیگه برجام معنا نداره. و مسئله بعدی هم روابط بین تهران و مسکو هست در خصوص جنگ اوکراین که عرض کردم الان دیگه یک تهدید امنیتیه برای اتحادیه اروپا. اگر اینها به نتیجه نرسه قطعا این فشارها ادامه پیدا میکنه، این گامها ادامه پیدا میکنه برای اینکه بخواد سپاه و حکومت رو زیر فشار بگذاره که به این توافقات برسه. اون وقت میشه تصور کرد که شاید اگر به نتیجه نرسه قبل از به اصطلاح فعال کردن مکانیزم ماشه، بازگردوندن تمام تحریم ها، به علاوه حمایت از اسرائیل در اگر حملاتی بشه با بین اسرائیل و حزب الله، از طرف دیگه مسئله قرار دادن سپاه در لیست تروریستی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. تصور بکنید تمام اون کسانی که در اتحادیه اروپا به هر حال حدود 5 میلیارد دلار روابط اقتصادی داره در حال حاضر، این رو کانادا و امریکا نداشت وقتی که سپاه رو در لیست تروریستی قرار داد، به این حد نبود. کانادا مثلا حدود 300-400 میلیون دلار بود. این 5 میلیارد اون وقت و تمام کسانی که هستن قطعا زیر فشار و به عنوان یک در عمل کسانی که وقت از طرف حقوقی ممکنه که دادگاهی بشن دنبال خواهند شد و این فشارها رو افزایش میده برای اینکه حکومت رو پای میز مذاکره بیاره. از این جهت باید به موضوع نگاه کرد، ولی گامهای مهمی و معناداری داره برداشته میشه که به نظر من هر روز به شدت و حدت و حرارت اون هم افزایش خواهد داشت و ما افزوده خواهد شد در روزهای و هفته های آینده. آقای سرزاده، در گذشته دیدیم که اروپایی ها موقعی که جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگر در باغ سبزی نشون میدن، نشانه هایی از تغییر نشون میدن، اونها هم استقبال میکنن. چند ساعتی بیشتر تا شروع دور دوم انتخابات در ایران باقی نمونده. فکر میکنید حتی اگر کسی مثل پزشکیان انتخاب بشه، این اروپایی ها به این فشارها ادامه خواهند داد؟ بله، چون برای مثلا متخصصین وزارت های خارجه کشورهای اروپایی مشخص است که پزشکیان تعیین کننده سیاست خارجی ایران نیست و سیاست خارجی ایران رو شخص علی خامنه‌ای تعیین میکنه. و اون چیزی که برای آلمان به خصوص مهمه مسئله اسرائیل، مسئله، چون آلمان اعلام کرده که امنیت اسرائیل جزء ضمانت‌های وجودی ما هست، یعنی فلسفه وجودی آلمان امنیت اسرائیله، یعنی کشوری در جهان وجود نداره که موضع سیاسیش چنین باشه. این هم به خاطر تاریخ آلمان هست.
تاریخ فاشیسم آلمان و نحوه ایجاد دولت اسرائیل. بنابراین این کاری رو هم، یعنی این سیاستی رو که ایران در منطقه به عهده برپا کرده، این هم اضافه شده بر مسئله اوکراین، چون اوکراین هم یک مسئله بسیار بسیار مهمیه برای آلمان، مسئله جدی و هستی هست برای آلمان، به خاطر مسئله اوکراین، به خاطر مسئله فلسطین و اسرائیل و کارهایی که در ایران داره انجام میده و کارهایی که سپاه پاسداران در این کشورهای خارجی انجام میده. مجموع اینها باعث شده که تقریبا طبقه سیاسی آلمان در کل تصمیم بگیره به اصطلاح تجدید نظر بکنه نسبت به سیاستش راجب جمهوری اسلامی. ممنونم از هر دوی شما، علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه از لاهه.